دام تیر بود، اون اشتیاق و شوق و شوری که تو مردم را افتاده بود برای دفاع از آزادی. اون موقع که رفتن تو خوابگاه بچه های ما کشتن، مثل الان همه خبرگزاری جهان را در این لحظات نیم نگاه اجمالی به خاطر اینکه
از یک ثانیه اتفاقات کوچه پس کوچه های میهنم دور نیفتم. نگاه میکنم، رجوعی فکر میکنم، وقتی فکر میکنم با یا زهرا میگید یا زهرای ما رو قسم میدید و بچه فاطمه زهرا میدید تو خیابون، تو دشمن فاطمه زهرای. وقتی الان بچه های میهن ما رو پل از اینجا اونجا میبندیرشون، از بالای پل میندازیدش رو پایین، آقای احمد نژاد رهبر گفتن که ما زیر بار زور نمیریم، ما و ملت ایران. رهبر درست میگن، اون چه که رهبر امروز میگن سخنان ملت ایرانه که ما زیر بار زور نمیریم، به هیچ وجه من الوجود زیر بار زور نمیریم، ولی زیر بار ستم هم نمیریم، زیر بار سکوت هم نمیریم. معلومه که نمیریم، اما آیا خدایی اگر این بچه ها نباشن شما میتونید در مقابل دنیا به جنگی؟ خودتون هم میدونید نه. هر کدوم از این بچه ها، هر کدوم از این نداها، اینا میتونستن چرخه سوخت هستگی بچه های ایران رو کمک بهش بکنن. هر کدوم از این بچه ها میتونستن یه شیمیدان، یه فیزیکدان، یه عالم، یه دانشمند بزرگ ایرانی باشه. آیا تمام جهان باید نشون بدن که شما تو خیابونا جلوی مجلس میدونه به آرستان، اونجایی که به توپ بسته شده، اونجایی که تاریخ خونباری داره، اونجا باز خونه بچه هامونه داریم میریزیم؟ من شما رو به آیه های ذهن مبارک و بوی عطر ملکوتی ذهن محمد اعظم قسم میدم. آقای احمد نژاد، بچه های سپاه، این بچه هاش بچه های شمایی هستن، بچه ها همونهایی هستن که شما دیروز جاشون بودین تو خیابونا، دیدین نظام رو سرنگون کردن. اونا فکر نمیکنن شما سرنگونشون میکنین، شما فکر نمیکنید اینا این کار میتونن بکنن. فکر کنین، دوبار فکر کنین، دوبار بیندیشین. چرا باید بچه های ما تو خیابون کتک بخورن؟ آخه چرا؟ به بازی بگیرینشون، این انرژی هاشون رو کنترل کنیم، بهشون شخصیت دادیم، احترام بذاریم، اعتبار بدیم، بذاریم بچه های ایران حرفشون رو بزنن. اونایی که حرف درست دارن رو گوش کنیم. من میفهمم جمهوری اسلامی چه لطماتی از این تلویزیون های دلقه که لس آنجلس خیلی هاشون خورده. یک بخشش اپوزیسیون لایه زیرین تولید اندیشه سیاسی و خرد ملی همیشه در توده های بیرون از ایران حضور داشته. یک بخش مرفه و نیمه مرفهی بودن که بخش عظیمیشون